هاشم روشن بعد. برم. سلام، سلام بر بچه ها و یاران عزیز، امیدوارم که خوب و خوش و تندرست باشید، پر انرژی دی اون بچه هایم که افطار کردن رو داشته باشیم انشالله، و بچه های افطاریمون هم دیگه بهمون بپیوندن. سلام، سلام باران، محمد رضا، عبدالله، سلام بر همتون. سلام ابوالفضل، متین، سلام متین پرتلاش، سلام ماهده، سلام، سلام، سلام بر مبینا فرهمند، ابوالفضل جعفری، ممنون. متین شاگرد من بوده قبلنم، خیلی پرتلاشه. سلام، وقت شما بخیر، تبسم. خب بسیار خوب، حالا تا برای بچه دیگه هم بیان، روز شما، روزه شما هم قبول، روزهای شما هم قبول، امیدوارم که زنده باشید. بله، سلام فاطمه، عالی عالی، پر انرژی، دیشب خوب خوابیدم، امروز انرژیم زیاده. شب شما بخیر. خب بچه ها، یه چند نفری سوال پرسیده بودن، حالا توی پیج اینستاگرامی من پرسیده بودن که این کتاب ساندویچ دو روز گیر نمیاد. ببینید، من واقعیتش رفتم چک کردم، شاید حق با خیلی از خانم ها و آقایون باشه که این گیر نمیاد. علتش هم سپاسگزارم، علتش هم اینه که من دیدم 500 جلد ازش چاپ کردن، یعنی حالا اگر اون چیزی که روش هست و این همون عدد باشه، واقعیتش اینه 500 جلد ازش چاپ شده. من خود کتاب رو بردم یه بار ببینیدش، یعنی چهره کتاب رو ببینید، چهره کتاب این شکلی، یه ساندویچ خیلی خوشگل چون بعد از افطارم هست، ولی به جای همین همبرگر و این چیزا داخلش، کتاب داخلشه که این ساندویچ رو بخورید مثلا که خیلی کتاب زده میشیم. در کل من دیدم خب کتاب، اولا که کتاب بسیار خوبیه، کتاب بسیار خوبه، نه اینکه من خودم یه بخشش کار کردم، اتفاقا مال بقیه استادا رو دیدم، خب استادای خیلی خوبی توش کار کردن، مثلا ادبیاتش، مثلا واقعا اون چیزی که حالا من سر در آوردم ازش، ادبیاتش بسیار خوب و تشریحی کامل، یعنی بعضی از سوالا حتی یک صفحه پاسخ کامل داده، توضیح اضافه تر داده، یعنی به نظرم یک خودآموز بسیار خوب میتونه باشه براتون. من آیدی پیج خودم که همون حمید منصوریانه، حمید اچ آر منصوریانه، و خب میتونید ببینیدش، ولی من رو اونجا چیزی نذاشتم که ببینم. بچه ها به من پیام داده بودن که چجوری میتونید پیدا کرده بودن که چجوری ما میتونیم پیدا کنیم کتابو، من گفتم من نمیتونم اصلا پیداش کنم، یعنی خودم هم نمیتونم، برای منم یه نسخه بیشتر نفرستادن تا اینکه چیز بیاد. یه صفحه گذاشتین داخل پنلمون که چه چیزایی مهم بودن و رو بخونیم. میخواستم بدونم این صفحه همون صفحه که میخواستین جلسه آخر بدینش. بله بله، این همونه، چیزای مهمه که اگر شماره نقشه ها و اینا رو داره همونه، چون من گفتم که بذارم براتون که انشالله دیگه از اولش داشته باشه. واقعیتش نمیدونم الهه، واقعیتش نمیدونم چه کارش میشه کرد، یعنی باید از خود انتشارات شاید پیگیری کنید، شاید بتونم تو این فرصت چاپ کنم. من نمیدونم، متوجه نشم از اون چجوری چاپ کردن، چون خیلی همین سال آخرای سال 90 و آخر سال 400 اومد، 1400 یعنی فکر کنم اسفند ماه یا بهمن ماه بود دیگه اومد. خب یه سری هم بچهای خود مؤسسه خودشون بود اون موقع بودن، واقعا نمیدونم با چه کارش بکنیم، ولی میگم من فعلا من دیدم که کتاب خوبی، حالا انشالله شاید دوباره چاپ کنن هستش. آره ما دقیقاً همینم هم گفتن که فعلا چاپ نمیشه، به منم یعنی بچه‌ها به من گفتن، من که از اونها پیگیری نکردم، ولی بد نیست که به خود انتشارات زنگ بزنید، از انتشارات بپرسید که چه کار میتونیم بکنیم، شاید خودشون یه راه حلی بلد باشن، چون منم ازشون پرسیدم، گفتم من کتاب معرفی کنم، بعد که معرفی کردم دیدم مثلا کلا، ببینید بچه توی اون قسمتی که تعداد چاپشو میزنه، ببینید زده زمستان 1400 چاپ اول 500 جلد، یعنی 500 جلد بیشتر چاپ نشده ازش. خب این 500 جلد فکر میکنم مثلا یه 200ش فقط تو مؤسسه خودشون استفاده شده و بسیار خوبه. سوالاتی که واسمون واسه آزمون تیزوشان رو تحقیقین چرا نمیدین؟ من پاسخی به این پرسش ندارم امیر محمد،
کتاب جامعه یا جامعه و یا نه جامعه کاملا همه درس هاست. ببینید یه چیزی زیرش نوشته، خب خیلی هم جالب بود، من خودم بعدش که دیدم نوشته 6 سال پاسخ فراتشریحی سوالات، واقعا فراتشریحی استعدادهای تحصیلی آزمون ورودی. فقط بچه سال 93 رو یادتون باشه که سال 93 هنوز دوره راهنمایی بوده. ببینید مثلا بعضی از صفحاتش رو من پیدا میکنم، مثلا ببینید مثلا توی این صفحه این 3 تا سوال توی 2 صفحه اومده، 3 تا سوال تو 2 صفحه توضیح داده و ریزم هست و خب توضیح بسیار کامله، شکل اصلی آزمون ها هم آورده. خب آدمایی هم که اونجا کار میکنن خیلی نزدیکن. نظرتون در مورد سمپادیوم؟ سمپادیوم هم من شنیدم که کتاب خوبیه، منتها من ندیدمش واقعیتش. بله ما ایده بعضی از بچه ها نوشتن که سمپادیوم مثلا کتاب خوبیه، من ندیدمش. خب من بچه ها میخوام درس آغاز کنم، ازش خواهش میشیم دیگه بچه های جدیدمون هم که وارد شدن درس آغاز بکنیم که خیلی هم عقب نمونیم. 5-6 دقیقه گذشت که بچه های جدید هم میگم وارد شدن و دیدیمش. بسیار خب، سعیم اینه که در واقع گفتم من سید مهدی، من گفتم نظری ندارم نسبت به سمپادیوم چون اصلا ندیدم کتابو. ببینید بچه ها، اولین جلسه، حالا جلسه صفر که من اصلا اومدم و در واقع ساختار کلی همین آزمون های استعداد درخشان رو گفتم بهتون، در درس خودم اهمیتش رو گفتم و اومدم گفتم خب چه اتفاقایی توی در واقع سمپاد میافته و یک دو نمونه هم نمونه دولتی رو در موردش صحبت کردم. به خاطر اینکه نمونه دولتی ها رو خودم من در واقع مال سالای پیشش رو اومدم یه تحلیل روش نوشتم برای یک مؤسسه، دیدم سالا خب واقعیتش این که اصلا شما اگه برای سمپاد بخونید سالای نمونه دولتی خیلی براتون چیز دشواری نخواهد بود در درس من. حالا من در برخی از درسام که یکم در واقع وارد شدم، مثلا من معلم ادبیاتم چون هستم رفتم ادبیاتش هم دیدم، در واقع اون دین و زندگی یا همون هدیه های آسمانیشو، حالا اون پیام های آسمانیشو دیدم، دیدم اونا هم در حد خیلی پایین تری در آزمون های در واقع نمونه دولتی و خب متفاوته. قطعا هم امتحان نهایی، این کسایی که از این دوره گذر کنن در امتحان نهایی هم خیلی راحت تر موفق خواهند شد. من یکم گرایشم رو میبرم به سمت آزمون سمپاد. علتش هم اینه که آزمون سمپاد در بین این آزمون ها از همشون مهمتره و فکر میکنم هدف گذاری خیلی از خانم ها و آقایون دقیقا رو همون آزمون های سمپاده. من سعی هم میکنم که به اونجا نزدیک تر بشم، در حینش حالا پرسش های متفاوت رو هم میبینیم. امروز با مختصات آغاز میکنم، بحث مختصاتی آغاز میکنم، نمونه پرسش های مختصات و حالا نمونه پرسش هایی که از درس های اول به خصوص کتاب نهم میاد رو براتون حل میکنم و چند تایش رو از همین در واقع سالهای قبل میگم که اصلا با چه مدلی آمده که حالا انشالله این هست. بله هستش سید مهدی، اگر من نمیم کدوم صفحه برای شما گذاشته شده، فقط اون صفحه های گذاشته شده رو حالا چک میکنم که کدوم صفحه گذاشته شده، ولی اون کاملا توش داخلش هست، یعنی صفحات مهم، عنوان فایلش صفحات مهمه ها، صفحات مهم مطالعات اجتماعی، کاملا تو نقشه های هشتم در اصلا هشتم نهمش جدا شده، هشتم نهم و این کاملا جدا شده است. اون نقشه هایی که تماما تو این سالها چه مؤسسات چه نمونه دولتی و چه سمپاد داخل در واقع آزموناشون ازشون استفاده کردن، هم هشتم رو بچه‌ها با مطالعه کنید هم نهم، یعنی واقعا چیزی نیست که خارج بشید. اگر یادتون باشه من هفته پیش در مورد، حالا بچه‌ای که بودن، در مورد دید کلی نسبت به نقشه صحبت کردم، ورود میکنم بهش برای مختصات. بسیار لازمه قبل از اینکه بچه‌ها مختصات رو بگم یه در واقع چند تا اصطلاح رو بدونید. من اصطلاح ها رو می‌نویسم و بعد روی نقشه توضیحشون میدم. بسیار خوب، یکی از اصطلاحات در واقع کلمه خود، من یکم اینو پرترش کنم رنگشو، خب یکی از کلمات اون کلمه، اجازه بدید من صفحه‌مو پاک کنم که حالا اون چیزی که دارید یکم بهتر و ترتمیزتر دیده بشه. ببین کلمه مختصاته، ای بابا
کلمه مختصات. وقتی بچه به تو میگن مختصات جغرافیایی، وقتی گفته میشه مختصات جغرافیایی، من دارم اصطلاحش رو کاملا بررسی میکنم. ما البته در آخرین جلسه که با خودم دارید، یعنی جلسه پنجم از اینها، من تمام اصطلاح ها رو جلسه چهارم و پنجم سعی میکنم اصطلاحات هشتم رو کامل بگم، منتها تو جلسه چهارم گرایش با هشتمه و تو جلسه پنجم گرایش با اصطلاحات مهم کتاب نهمه. ولی فعلا اینو علل حساب داشته باشید، چون میخوایم وارد بحثش بشیم که من دیگه اونجا فقط روی موضوع کار کنم. ببینید، وقتی میگیم مختصات جغرافیایی، اگه خیلی راحتش و کاربردیشو بخوایم بدونیم بچه‌ها، یعنی اینکه محل تقاطعه، یعنی اونجایی که برخورد میکنن چهارراه میشه، دو تا در واقع خط نصف و نهار مبدا و خط استواست، یعنی محل تقاطع نصف و نهار مبدا، نصف و نهارها، شاید بهترین، حالا من از این مبداش استفاده نکنم، اینجا نصف و نهار دیگه صفر صفرشه دیگه، نصف و نهارها و مدارها. اینجا پرسش پیش میاد، خب نصف و نهار چیه؟ در واقع نصف و نهارها اون خطوط فرضی هن از قطب شمال تا قطب جنوب. مدارها چی هن اینجا؟ مدارها همون خطوط فرضی هن به صورت موازی با خط استوا که تقریبا یک کمربند واقعیه. اصل واژه‌ام استواه، حالا تو فارسی که اصلا نیمگان زمین گفته میشه. وقتی مختصات به شما میگه محل تقاطع این هاست، یعنی مثلا من میگم مختصات اینجا، شما باید بگردید اینجا، اینو به این وصل کنید، به این نقطه اینم وصل کنید به اینجا، دقیقا یک این اون در واقع نمودارهای طول عرضیه که حالا داریدش توی ریاضیات و اینا هم دارید. این از این بخش ماجرا. پس یکیش مختصات، یکی نصف و نهارها، یکی اون مدارها. دو تا اصطلاح دیگه که در واقع تو این بخش باش برخورد خواهید کرد، یکیش طول جغرافیاییه، یکیش عرض جغرافیاییه. خب این دوتا چی هن؟ طول هر خطی، هر نوع، هر قسمتی، ببینید من اینو اگر ادامهش بدم رو همین، اگر ادامه بدیم اینو بزرگترش کنیم، طول جغرافیایی فاصله هر قسمتی یا هر نقطه‌ای نسبت به نصف و نهار مبدأه، یعنی نصف و نهار مبدأ ما که اینجا قرار گرفته، حالا رو نقشه بیشتر توضیح میدم، هر نقطه‌ای که در دو سوی این، یعنی شرق و غربش پیدا کنیم میشه طول ما. عرض چیه؟ فاصله هر نقطه‌ای نسبت به خط استواست، یعنی شمالی جنوبی. عرض جغرافیایی در شمال و جنوب معنا میشه، شمال و جنوب کره زمین نسبت به خط استوا که نیم کره شمالی نیم کره جنوبیه، و طول در واقع در شرق و غرب معنا میشه. حالا اگه میخوای خیلی راحت تو ذهنتون بمونه، خط بلندا به سمت چپ و به سمت راست به نسبت، حالا من با بسنجیدا، خطای خیلی بلند در دو سو، این میشه طول جغرافیایی. ببین الان من تو طول دستامو باز کردم، اینی که اینجوریه در واقع به صورت عمودیه، فاصله نقطه ها به نسبت شمال و جنوب میشه عرض جغرافیایی. کوچیکتره، عرض جغرافیایی سر تا سر از شمال تا جنوب 180 درجه رو باید شامل بشه، طول جغرافیایی در شرق و غرب نهایتا ما 360 درجه رو شامل بشه. اینا رو با بدونید، یعنی اصطلاحایی که الان نیاز داریم، یعنی ابزار اصطلاح گونمون در اینجا خود مختصات جغرافیایی، مدار، نصف و نهار، طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی. این کلیت ماجراست، یعنی این پنج اصطلاح رو باید بدونید. من یک بار برای فهم درستش میگم یکم ادبی ترش که حالا اگر فیلمو دیدید در واقع اینو بدونید. مختصات جغرافیایی در واقع میشه محل تقاطع یک نصف و نهار و یک مدار. هر جا این تقاطع هست یک نقطه به وجود میاد، اون نقطه مختصات جغرافیاییه.
طول جغرافیایی گفتم روی به شرق و غرب گفته میشه، هر نقطه نسبت به، اگر من وسط چهره من رو یک خط در نظر بگیرم که نصف و نهار مبدأ است به سمت پایین، هر آنچه که در شرق و هر آنچه که در غرب من هست در 180 درجه شرقی و 180 درجه غربی میشه در واقع طول جغرافیایی، و هر آنچه که در واقع به صورت عمودی هست، من باز اگر من در نظر بگیرید و در واقع نیمه من رو اون خط استوا در نظر بگیرید، هر آنچه که از کمربند من به بالاست میشه عرض جغرافیایی به سمت شمال، هر آنچه از کمربند من به سمت پایینه میشه طول عرض جغرافیایی به سمت جنوب. این که میگن در عرضهای میانیه، اگر اینجا قطب باشه و اینجا در واقع خط استوا باشه، حد فاصله این میشه عرضهای میانی. همه اینها بچه‌ها از یک نقطه شکل میگیره که ما اون نقطه رو صفر صفر میگفتیم. خب من وارد بحث مختصات جغرافی بشم که روی نقشه من ببینید. خب بریم روی اینجا که شما بتونید نقشه رو کامل ببینید. او چه کردم من با اینجا؟ خب یکم پاکش بکنیم، همش رو پاک و پوک بکنیم. خب من یکم نقطه هامو پاک کنم که شما هفته پیش اینا رو گذاشتم اینجا که خانم ها و آقایون ببینن. خب حالا اینجا دیگه یادتون باشه در مورد کلمه نیوز صحبت کردیم که همون در واقع ترکیبی از N و E و W و S ما باشه که شرق و غرب و جنوب و اینا اونو شامل میشد و چیزهای متفاوتی از این دست. خب بر اساس همه چیز بر روی نقشه ما بر اساس این نقطه شکل میگیره بچه ها. اگر یادتون باشه این نقطه رو یک اسم براش گذاشیم، نقطه‌ای که محل تقاطع نصف و نهار مبدأمون و در واقع خط استوامون، ما اسم این نقطه رو گذاشیم نقطه B به دلیل کلمه بیس. یعنی گفتیم این چون پایه است نقطه اصلی ماست، اینو گفتیم در واقع بی یا همون نقطه پایم. اگر همه رو بر اساس این شکل بدید بچه، یعنی این نقطه رو بشناسید و این تو ذهنتون شکل بگیره و در واقع هر آن چه درس پدیده ها هست بر اساس این تو ذهنتون بیاد، این نقطه بی در واقع نقطه اصلی ماست. یه جایی میشه تو خلیج گینه توی غرب آفریقا. ببینید الان تو اینجا بی رو من دارم، اینجا میشه نقطه بی من توی غرب آفریقا است، تو منطقه خلیج گینه است، یعنی جایی تو اقیانوس اطلس میشه. خب این دوتا نقطه برخورد میکنن. ویژگی این نقطه چیه؟ این نقطه از نظر درجه، یعنی از نظر درجه‌ای در محدوده صفر صفر قرار گرفته، یعنی محدوده صفر صفره، به این صورت که ما اینجا رو دوتا صفر در نظر میگیریم، یعنی از نظر در واقع جغرافیایی صفر صفره. چه در واقع در طول جغرافیاییمون صفره، یعنی رو نصف و نهار، چه بر عرض جغرافیاییمون صفر صفره، یعنی محل تقاطع دو نقطه صفر به هم. خط استوا کلا بچه نقطه صفر درجه است، یعنی بهش مدار صفر درجه میگن. نصف و نهار مبدأ هم نصف و نهار صفر درجه است، یعنی اون که از شمال به سمت جنوب میاد صفر درجه است، خط استوا هم که صفر درجه است. نه فاصله متین کاهه، ببین فاصله هر نقطه نسبت به نصف و نهار مبدأ رو ما طول جغرافیایی میگیم. ببین این نصف و نهار مبدأ، هرچه شما به سمت شرق بری، هرچه به سمت غرب بیای، مثلا این صفر درجه است، من نقطه رو میذارم اینجا، خب میگم من چقدر در طول جغرافیایی جلو رفتم، خب از این فاصله است. مثلا اینجا 135 درجه به سمت شرق رفتم، فاصله نسبت به این نقطه صفر، یعنی به نسبت به خط صفر ماست. حالا تو عرض جغرافیایی هم این فاصله نسبت به همین فاصله رو من در عرض جغرافیایی هم میتونم ببینم چقدر، میگم من چقدر به سمت شمال رفتم یا چقدر از خط استوا فاصله گرفتم یا به قطب ها نزدیک شدم، الان 15 درجه از خط استوا فاصله گرفتم، یعنی عرض جغرافیایی من میشه این.
عرض جغرافیایی فاصله هر جایی نسبت به خط استواست و طول جغرافیایی فاصله هر نقطه‌ای نسبت به خط نصف النهار مبدأه. این کلیتش. بله بله این هم اتفاق میفته. حالا این نکته دیگرش. بریم سر وقت اینکه باید چه اتفاقی برای شما بیفته. بچه‌ها ببینید ما هفته پیش یه چیزی رو تمرین کردیم. خیلی از خانم‌ها و آقایون خیلی خوب مشارکت کردن، با من نوشتن. ببینید من خیلی خوشحال میشم این اتفاق بیفته براتون. ببین من اگر یک نقطه رو بیام انتخاب بکنم، مثلا بگم اینجا، اگر بگم ما حدودی شامل کدوم قاره ها میشه، این همون دید کلی شما نسبت به نقشه است. خب من طبق اون چیزی که هفته پیش گفتید اینجا مثلا آسیا است. من میدونم آسیا در یک ربع ان ای من قرار داره، ای هست به خاطر اینکه شرقیه و ان هست به خاطر اینکه شمالیه، یعنی شمال و شرق. حالا این یک چهارم شمال و شرق منه، این یک چهارم شمال و غرب منه، این یک چهارم جنوب و غرب منه، یعنی جنوبیه ولی قسمت غربیه، یعنی سمت چپه به سمت غربه، این یکی در واقع جنوبیه به سمت شرقه. خب یک باید دید کلی نسبت به نقشه داشته باشید بچه ها. مثلا من اگه بگم استرالیا کجاست، خب باید این تو ذهنتون بیاد. این خیلی کمکتون میکنه رو تستا که از پس تست بر بیاد. یعنی سریع تا مثلا استرالیا میگن اگه دید فضایی نسبت به قضیه پیدا کرده باشی، یعنی اگه اینو حذفشم بکنم فرقی نمیکنه، تو میدونی که استرالیا در اس ای شکل گرفته، خب دیگه بقیه گزینه ها رو نمیزنی چون توی تستا دقیقا این میاد، چه نمونه دولتی چه سمپاد، این خیلی میاد. این نکته اول. پس باید دید کلی نسبت به نقشه داشته باشی. ما میدونیم که NE توش قاره آسیا، قاره بخش زیادی از قاره اروپا و یه بخشی از قاره آفریقا قرار داره. در NW بهتر که البته رو این ببینیمش. ببینید الان اینجا قاره آسیا، بخش زیادی از اروپا، بخشی از آفریقا، یعنی تقریبا یک سوم، یعنی بیشتر از یک سوم آفریقا اینجاست. ما میدونیم که استرالیا در SE قرار داره. میدونیم که کلن قاره آمریکا در W قرار داره، یعنی قسمت غربیه، برای همین ما بهش میگیم وست، یعنی میگیم غرب یا حکومت‌های غربی. منظورمون از حکومت‌های غربی اون که در غرب کره زمین هستن یا در غرب ما هستن. و اگه دیده باشید مثلا به این فیلم‌های آمریکایی که اصلا رو اینجوری در میان کشو مثلا اینجوری میزنن، این میشه وسترن، یعنی غربی. پس اینجا میدونیم که کلن قاره آمریکا غربیه. حالا قسمت شمالی قاره آمریکا و یه بخشی از آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی قرار گرفته تو NW، یعنی هم شمال و هم غرب، و تمام عمده آمریکای جنوبی در SW قرار گرفته و این اتفاق افتاده. خب این باید دید کلی نسبت به این قضیه داشته باشید. حتما باید اقیانوس‌های ما بینش رو بشناسید. حتما باید خب موقعیت قاره ها رو بدونید. مثلا ما میدیم که خب نصف النهار مبدأ داره از گرینویچ تو انگلستان رد میشه، پس یه بخش خیلی کوچیکی از اروپا، یعنی کشور انگلستان، یه بخشی از فرانسه، یه بخشی از مثلا اسپانیا مثلا قرار میگیرن توی قسمت شرقیشون، ولی عمدهشون قسمت غربی شکل گرفته. مثلا آیسلند توی قسمت غربی اصلا شکل گرفته. میدونیم که آفریقا یه بخش خیلی قابل توجهش در واقع NE، یه بخشش در SE و یه بخشش در NW. ببینید آفریقا سگانه است، ستا رو داره. مثلا شما در مورد آسیا نمیتونید بگید، آسیا دوگانه است، یعنی آسیا فقط قسمت شمالی و شرقی داره و جنوبی و شرقی داره، چون این بخشی از اندونزی داخلش قرار میگیره. اروپا در واقع شمالی کلن و هم شرقی داره ولی قسمت بسیار اندکیش غربیه. آمریکا کلن غربیه، یعنی کلن در غربه. این میشه دید کلی شما نسبت به نقشه. حالا اگر بخوایم روی این بگیم مختصات جغرافیه بگیم، گفتم محل تقاطع. نکته ای که باید حتما بدونید روی درجه بندی هاست. من اینا رو پاک کنم چون از این رد شیم. من چون هفته پیش هم گفتم اینجا شاید کاربردی بشه براتون. روی درجه بندی ها برامون بسیار
مهمه، یعنی با درجه ها رو بدونید. البته من به درجه رو فقط میگم بچه‌ها، چون شما الان فعلا با درجه نیاز دارید. ببین عدد دقیق اگر بخوای جغرافیایی بدی، یعنی عدد دقیق اون مختصاتمون رو بدیم، محل تقاطع رو بدیم، حتما باید از چیزای متفاوتی استفاده کنید. مثلا میگن درجه چقدره، دقیقه چقدره و ثانیه چقدره. برای مثال مثلا میگن که مثلا این نقطه، خب این نقطه میشه n e دیگه، میشه n، قسمت nش رو محاسبه میکنن، میگیم چقدر به سمت شمال اومدیم. مثلا میگه که 45 درجه، 45 درجه، علامت درجه میاد، حالا با یه یا خط تیره یا یه چیزی شبیه ویرگول یا یه چیزی شبیه و. مثلا میگه 22 دقیقه و مثلا 10 مثلا 1 ثانیه. حالا اینجا من این میشه کاملش، اما از شما خواسته نمیشه این، شما فقط درجهشو بگید کافیه، یعنی قسمت درجهشو بگید کافیه. من میدونم که اینجا n 45 درجه است، چقدر اومدم به سمت شرق، میشمارم 1 2 3 4 5 6، حد فاصله میشمارم 7 8 9، میگم 9 تا اومدم به سمت شرق از 12 تا، 12 تاش میشه 180 تا، 9 تاش باید حسابش کنم که چقدر میشه، یعنی 45 تا ازش کم میکنم دیگه، یعنی میشه 135 تا، میشه ایه 135 درجه، که این ایه 135 درجه به من در واقع این مختصات رو میده. پس من با این کار دارم. حالا چجوری عددا به دست میاد؟ نکته ایه که میدونید و حالا من فقط تاکید میکنم روش یکم که یکم دقیق ترش رو ببینید. من این رو پاک کنم. خب اگر من بیام و نقطه صفر صفرم رو در نظر بگیرم، یعنی اینجا رو، اینجا نقطه صفر صفر منه، از هر سو صفره، یعنی چه شرقی چه غربی چه شمالی و چه جنوبی صفره. اگر میخوام برای این درجه در نظر بگیرم، اینجا رو باید یه عدد 90 بدم، اینجا رو باید عدد 90 بدم، یعنی ما 90 درجه به سمت شمال داریم، 90 درجه از نقطه صفر به سمت جنوب داریم، از همین نقطه به سمت شرق 180 درجه داریم و به سمت غرب هم 180 درجه داریم. من آمدم اینجا این کارو کردم، یعنی nمون 90 درجه است، smون 90 درجه است، ایمون 180 درجه، ایمون 180 درجه است و wمون هم 180 درجه است. هر آنچه که هست با بین اینا شکل بگیره. بچه تفاوتی نداره تو نقشه ها. شما باید میتونی اینو یکی یکی اندازه بگیری، خود نصف و نهارت یک سان، یعنی بیا یه درجه یه درجه بگیری تا 180، یعنی 180 درجه رو به صورت نصف و نهار نشون بدی، میشه اصلا تعداد بیشماری خط گذاشت. خب ولی مرسوم جغرافیاییش که جغرافیا داره، برای اینکه راحت تر گفته بشه، برای این عدد 15 میذارن، 15 درجه، هر 15 درجه رو یه خط میکشن، برای اینکه منطقی تر قرار بگیره، چه روی کره چه روی نقشه. خب حالا اگه من بخوام بذارم 15 30 45 60 75 90 120 135 150 165 و 180، 15 تا 15 تا رفتم جلو. حالا همینو بیام به سمت شمال، خب این عدد 15 منه نسبت به این 15 منه، این 30، این 45، این 60، این 75 و این 90، یعنی بین این 90 درجه است. حالا هر نقطه‌ای که روی این بدم باید ما بین اینا قرار بگیره دیگه، شما تقاطعش رو حساب می‌کنی، جایی که این تقاطع به هم خورده، بر هم منطبق شدن. عبدالله نوشتی که دقیقه و ثانیه نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده دقت در واقع جای شماست. مثلا شما روی نرم افزاری مثل نشان، بلد، ویز یا هر کدوم از اینا که مسیر یابند میبینید، اونجا اگر دقت بکنید عدد دقیق بهتون میده. مثلا شما یه جا رو در واقع اومدی مشخص کردی، یه علامت زدی، مقصد تو علامت زدی، اون چیزی که تو علامتت مشخص کردی، یعنی مقصدی که مشخص کردی، دقیقا اون محل تقاطعه و اونو دوباره باید به درجه و دقیقه و ثانیه و حالا ریسترش هم میکنن که اونجوری میدن که اون نقطه خاص مورد نظر باشه.
چون خب به هر حال شما داره در گستره کره زمین بررسی میکنید، یعنی فقط اون نقطه چیز که نیست که شما بگید من دقیقاً نیم. ما الان رو نقشه اینجوری درجه میدیم، ولی این اتفاق باید بیفته که خیلی دقیق، خیلی دقیق نقطه یابی. ببینید الان مثلا توی فناوری نظامیش این مدلیه دیگه، که مثلا میخواد قبلا میرفتن یه جا یه بمب افکن میبرد، مثلا میبرد بالای یه کشوری بمب افکن شده بود، یه منطقه رو کامل بمب میزد که بتونه مثلا فرمانده نظامی فلانجا رو بکشه یا از بینش ببره. الان دیگه این کارو نمیکنه. الان خبر که میرسه مثلا میگن این تو این ساختمونه، میتونه طبقه رو تو اون ساختمون، یعنی اون خود ساختمون و غیر از اون میتونه تو اون اندازه‌گیریش اون طبقه رو هم بزنه. برای همینه که برخی از این ترورایی که صورت میگیره توی جهان، مثلا اون فردی که من اینشو میگم برای اینکه تو ذهنتون بوده، اون فردی که مثلا داره میره با ماشین، مثلا یه جا ماشین که توقف کرده میدونه که کجا رو باید بزنه. یا شما توی کاربرد صلح‌آمیزش اینه که مثلا داری تو خیابون میری، مثلا نمیدونی فلانجا رو بلد نیستی، دقیق مشخص کرده. این دیگه باید حتما با درجه و دقیقه و ثانیه و اینا بیاد که اینقدر دقت داشته باشه. نه سید مهیار، ضرب در اون عدد نمیشه، شما فقط میشماری، خیلی راحت میشماری. ببینید پایه همه این در واقع نرم افزارهای مسیریاب همینه. ببینید من یه نقطه پیدا کردم، مثلا این نقطه رو میذارم اسمش آ، این نقطه ای من یا آی منه. خب میشمارم، میگم چقدر رفتم به سمت شمال و چقدر رفتم به سمت شرق، فرقی نمیکنه نقطه کجا باشه، این تقاطع رو با پیدا کنیم. ببینید الان من میگم چند تا به سمت شمال رفتم در این نقطه من، من 45 یعنی 3 تا 3 تا 15 تا رفتم جلو. اگر منظورت از ضرب کردن اینه، بله این سه تا در واقع سه محدوده رو رفتم جلو، ولی چون یه جایی سه تا و اینو نمیشه گرفت، مثلا این که این وسطه رو مثلا نقطه رو زده اینجا، نقطه رو زده اینجا، دیگه عددش خیلی دقیق هم نمیشه. من سه تا از این همین مدار رو رفتم به سمت شمال، به من داره میده سه تا 15 تا 45 تا، پس اینجا 45 n منه. چقدر رفتم به سمت شرق؟ 135 تا میشمارم دیگه، 1 2 3 میشمارم تا 135، یعنی دوباره این محل تقاطع من میشه اینجا، یعنی جایی که تقاطع پیدا کرد، یعنی برخورد کرده نصف و نهار و خط نصف و نهار و اون خط مداری من، این محل تقاطع من میشه مختصات جغرافی. کلیت ماجرای مختصات جغرافیایی همینه، یعنی هیچ چیزی خارج از این نداره. پایه تمام این نرم افزارهایی گفتم مسیریاب همینه، اینو میدن. حالا الان به صورت ماهواره‌ای داره این انجام میشه، چند تا ماهواره اینو ساپورت میکنن که این اتفاق بیفته که کتابتون هم داره، و خب این همونه که حالا شما میبینید پایش اینه، یعنی هیچ پایه دیگه ای نداره، فرقی هم نمیکنه شما تو دریا باشی توی خشکی باشی، این مختصاتو بهتون میده، جا بهتون میده، نقطه بهتون میده، این نقطه مهمه. خب حالا بریم ببینیم که این تو آزمونا چه شکلی میاد، یعنی شاید برای خیلی یعنی مسئله‌اش این باشه که آزمون رو چجوری داری میاری. ببینید توی آزمون ها من ببینم کجا بود، ببینید الان این خب اولا که خود اینها من معذرت میخوام، فقط به من بگین الان این برای بچه ها کاملا دیده میشه، یعنی خود بچه ها میتونن سفر کامل ببینن. خب ببین الان توی سوال دو رو نگاه کنین، فاصله نصف و نهارها در کدام یکی از گزینه‌های زیر کمتره؟ فاصله نصف و نهار یعنی اندازه این کجاها به هم نزدیکتر میشن نصف و نهارها. من میدونم که اون هفته هم گفتم که نصف و نهارها بچه ها شبیه هندونه است، کلن این ساختار مختص جغرافی رو یه هندونه در نظر بگیرید. اگه هندونه رو در نظر بگیرید که از شمال به یعنی از قسمتی هم شمال هندونه، حالا از قسمت بالای هندونه تا پایین هندونه رو دو تا قطب در نظر بگیرید و فرض کنید اینو، ببینید این بذارید روی صفحه سفید بهتون نشونش بدم، اینجوری شاید فهمش بهتر بشه. ببینید مدلش این شکلیه، خب من یه هندونه بکشم، این هندونه من، خب این هندونه گرد من، اگر من بخوام این هندونه گردمو عمودی قاچ بزنم، ببینید باید از اینجا یعنی از قسمت بالای هندونم که کله و اینا قسمت تهشه، باید یا ببینید مثلا من میام یکیشو مثلا اینجوری صاف بزنم، اگه بخوام شطوری ببرمش اینجوری میشن همشون، نگاه کنین
قاچای شطوری بدم که خیلی مشتی و به چسب باشن، این شکلی در میان. یعنی همشون اینجوری میشن. یا میتونم هندونم اصلا اینجوری هم قاچ نکنم، هندونم میتونم به صورت دایره های گرد، یعنی اینجوری حالت کتابی مثلا اینجوری قاچ کنم، ولی خب دورشون سبزه هندونم میمونه و وقتی بخوای بخوری با کله بری توش. یعنی دیدی دیگه بعضی با کله رفتن تو هندونه، این همون داستانه. خب این ببینید میتونم اینجوری اینجوری قاچش کنم. اینایی که اینجوری اینجوری قاچ میشه در واقع به طبق مدارها قاچ شده. خب اینایی که به صورت عمودیه، به صورت در واقع شطوری، یعنی قسمت پهن‌ترش میشه نزدیک استوا چون مرکزی تره دیگه، قسمتی که خیلی کوچیکه و نزدیک باریکه میشه اون لبه های این قاچ شطوری که اگوشه اینجوری میخوری میری جلو. این کلیت ماجرای ما. حالا پرسشمون این بود که پرسشامو بیارم سوال. خب ببینید پرسش ما اینه، فاصله نصف نهارها در کدام یک از گزینه‌های زیر کمتره؟ یعنی به هم نزدیکترن، نصف نهارهامون به هم نزدیکتر میشه. احتمالاً به ذهنتون رسید کجا نزدیکتر میشه، کجای جغرافیا فاصله نصف نهارا نزدیکتر میشه؟ خب به اینش نگین، یعنی من شماره گزینه نمیخوام. صفر درجه نزدیکتر میشن، اتفاقا تو صفر درجه نصف نهارا هم فاصله دارن که، یعنی شما قسمت ببینید روی کره گفتم که بهتون قاچاقی هستن، ببینید روی اون قاچایی که هستن رو اون دایرهه، خب اینا وقتی به خط استوا میرسن به صفر درجه میرسن، قاچا از هم فاصله میگیرن. اون جایی که نزدیکتره تو لبه هاست. کجاست؟ آفرین بر شما، تو 90 درجه هاست. تو 90 درجه قاعدتا اینا با به هم نزدیکتر باشن. اینجا فکر کنم بتونید بگیدش. خب الان تو 80 درجه شمالی، 40 درجه شمالی، 0 درجه و 30 درجه جنوبی، تو کدوم یکی از اینا نزدیکتر میشن؟ قاعدتا اونی که عددش بالاتره دیگه، یعنی به قطب ها نزدیکتره. آفرین بر شما، آفرین بر شما، یعنی اکثر بچه ها درست زدید، یا یک یا همون 80 درجه شمالی. این یه مدل پرسشه که این مال یکی از نمونه دوا دولتی ها بوده. دوباره داریم میگه در کدام گزینه زیر میزان خشکی های زمین نسبت به آب های آن بیشتر است. اگر یادتون باشه من در مورد اون نگاه کلی شما به نقشه گفتم. ببینید کافیه شما فقط نقشه رو در ذهنتون بیارید. من بیام روی صفم مختصات جغرافیایی. خب ببینید الان اینو، تو کدوم یکی از قاره های ما خشکی بیشتره؟ تو کدوم یکی از این قسمت های چهارگانه ما خشکی ها بیشتره و کجا بیشتر این خشکی رو داره؟ بله مهدی کاملا درسته. آفرین بر شما، NAE بیشترین حد رو داره. پس تو NAE مون از همه بیشتر، یعنی آفریقا هست، محدوده اروپا هست و کل آسیا هم که بخش زیادی از آسیا در واقع تو این قسمت قرار گرفته. خب حالا با ببینیم مثلا الان کمترین، یکی از کمترین اینجاست. به قطب جنوبش انقدر دقت نکن چون قطب جنوب باز میشه رو نقشه، ولی ببینید الان استرالیا و یک بخش کوچیکی از آفریقا، قسمت در واقع جنوبی آمریکای جنوبی و خب تو آمریکای شمالی هم میزان خشکی ها بیشتر. در کل بچه ها به نظرتون میزان خشکی ها تو قسمت شمالی بیشتر یا جنوبی؟ من بیام اینوری که ببینینش. الان تو قسمت شمالی شما بیشتر خشکی دارید یا در قسمت جنوبی؟ آها باریکالله، در قسمت شمالی. و آبها بیشتر نشون کجان؟ شمالی هن یا جنوبی بیشتر آبها رو دارین؟ آبها. آفرین بر شما، باریکالله. حالا یک سوال دیگه، بیشترین میزان آبهای دنیا به لحاظ شرقی و غربی تو کدوم قسمت باید باشن؟ قسمت شرقی بیشتر رو دارین قسمت غربی؟ آفرین، SW. حالا اینقدر دقیقش رو نباید بگیم، غربی در واقع. و تو SW مون خب آبهای زیادی داریم، البته تو SE مون هم آب داریم دیگه، یعنی قسمت ولی غربی کره زمین بیشتر میزان آبها رو داره. این نکته خیلی مهمیه. حالا پرسش دقیقا از همینه، بیایم بریم سر وقت پرسشش ببینیم پرسش کجاست. در کدام گزینه زیر میزان خشکی های زمین نسبت به آبهای آن بیشتر است؟ باید مختصات رو بدونی، باید مختصات رو بدونی، اما به شرقی، غربی، شمالی و جنوبیش دقت کنید. 0 درجه تا 60 درجه شرقی،
0 تا 60 شرقی. وقتی میگه شرقی یعنی به نصف و نهار دقت کن، خشکی های زیاد. در شرق یعنی محدوده در واقع آسیا، استرالیا، آفریقا اینا، ولی به سمت شرق بری، به سمت شرق شرقی این بشه. 40 تا 90 درجه جنوبی که گفتیم تو بخش جنوبی عمدتاً آب دارین، 30 تا 60 درجه غربی و 80 تا 90 درجه شمالی. 80 تا 90 درجه شمالی میشه دیگه شمال کره زمین ها، یعنی به قطب ها نزدیک. کدومه؟ به نظرتون کدومه؟ آفرین بر شما، دقیقاً تو یکشه. یعنی شما فقط با اون شرقش میتونید دقیقاً اینو در بیارید. 0 تا 60 درجه رو اگر بخوایم بریم، بیام رو مختصاتمون ببینید، 0 تا 60 درجه شرقی. 60 درجه شرقی نسبت توی ساختار کلی ما، ببینید تو این فاصله است. یعنی ما توی این فاصله، من اگر بخوام حالا هاشور بزنم، یعنی میشه ما توی این فاصله خشکی های قاعدتا خیلی زیادی رو داریم دیگه. یعنی آسیا رو داریم، یه بخشی از اروپا رو داریم و آفریقا رو داریم. این کلیت اون چیزی که شما در آوردید. این میشه پرسش های چند تا مدل از پرسش مختصات. بریم یکی دو تا مدل سخت‌تر هم در واقع حل کنیم. خب یکی از کارهایی که توی در واقع مختصات انجام میشه، تو مختصات جغرافیایی انجام میشه، اینه که مختصات جغرافیایی رو میان، حالا با بذارید من برم روی پرسشی که یکم متفاوته. بله خب ببینید ای بابا، خب ببینید مدل پرسش اینجوریه که تقسیم بندی میگه، میگه مدارها در نیم کره جنوبی و نصف نهارها در کره جغرافیایی به ترتیب چگونه تقسیم بندی شدن. میاد از محتوا میپرسه مدارها چجوری تقسیم بندی میشن تو نیم کره جنوبی. نیم کره جنوبی چجوری مدارها تقسیم میشه؟ میشه 90 درجه دیگه، توی نیم کره است. اگه میگفت کل مدارها، شما کل مدارها رو میسنجید، ولی وقتی میگه نیم کره باید نصف، یعنی نصف مدارها رو بسنجید. ولی میگه تو کلا در کره جغرافیایی نصف نهارها 360 درجه است، اون چیزی که اولش گفتم. یه مدلش اینه که بعد مثل همون که دیدید بالا، یعنی در کدام گزینه کمتر و بیشتره. خب یه مدلش از سوالا اینه که فقط محتوایی به تو میدن، برای مثال سوالو میده و یه سری پرسش ازش میکنه. سه مکان روی یک مدار در نظر بگیرید و مشخص کنید کدام جمله نادرست است. روی یک مدار سه تا رو مشخص کنید، یک چیزی رو بهتون میده، یعنی یک سری عبارتایی میده، میگه کدومش غلطه. برای مثال مثلا میگه عرض جغرافیایی یکسان و طول جغرافیایی متفاوت دارن. این درسته؟ عرضشون یکیه. میگه تو خود این عرضشون یکیه، میگه روی یک مدار دیگه، پس عرض جغرافیایی یکسان دارن دیگه، ولی طولشون متفاوته، چون رو تو مدار میتونه هر جایی از اون مدار قرار بگیره. فاصله هر سه نقطه تا قطب این یکسان میباشد. کاملا درست. فاصله هر سه نقطه تا نصف و نهار مبدا متفاوت میباشد. کاملا درسته، چون با نصف و نهار مبدا متفاوتن. ولی نوشته هر سه نقطه در یک زمان خورشید را در آسمان مشاهده میکنن، مطلقا غلطه، چون ممکنه روی یک مدار، شما مدار روی یک جایی از مدار مثلا 180 درجه باشه، یک جاییش از مدار یعنی 180 درجه به سمت شرق یا غرب رفته باشه، ممکنه یه جا صفر باشه و اینا اصلا تو ساعتهای مختلف خورشید رو میبینن، چون در طول جغرافیاییه و طول جغرافیایی کاملا به خورشید ارتباط داره، یعنی به چرخش زمین و خورشید ارتباط. من چند تایی هم از اینا از سالهای پیش بخونم از مختصات براتون. در سال 1399-1400 این گونه اومده: اگر در شهر الف با مختصات N30 درجه و E60 درجه ساعت 4 بعد از ظهر روز شنبه باشد، یعنی اومده ترکیب کرده بحث در واقع این مختصات رو، اومده با بحث ساعتها و فصول ترکیب کرده، پس ما مختصات رو بهمون داده و اومده روز رو گفته، یعنی روز که بر اساس حالا اون گردش خورشید، گردش زمین به دور خورشیده،
و ساعت هم گفته که گردش زمین به دور خودشه. تعیین کنید چنانچه بخواهیم از آنجا به شهر ب با مختصات S 20 درجه و W 60 درجه ببریم، ساعت و تقویم خود را چگونه باید تنظیم کنیم. این محاسبه داره دیگه، عدد رو یعنی نقطه رو پیدا میکنی روی اون جدول مختصاتت پیدا میکنی، یعنی روی این پیدا میکنی نقطه رو، و بعد نقطه رو میای میسنجی، حالا شرقی غربیش رو میسنجی، ساعت رو ازش در میاری، شمالی جنوبی رو میسنجی، فصل رو ازش به دست میاری. اگر یادتون باشه گفتم که تو هفته پیش که فصول بر اساس شمالی جنوبی بودن نقاط و مناطق متفاوت میشه، و البته تو ارضای میانی، یعنی تو نه به سمت قطب‌ها نه به سمت خط سایه، یعنی تو ارضای میانی‌تر مثل 15 درجه تا تقریبا 75 درجه فصول تغییر می‌کنن. برای مثال ما اگر در تهران اول تیر ماه باشیم، تو همون مختصات در واقع تو نیم کره جنوبی مثلا هولوش 30 درجه جنوبی، ما اونجا در اول اینج زمستون باشه، اونجا اول تابستونیم، یعنی کاملا برعکس عمل میکنم. اون خط استوا کاملا فصول رو برعکس میکنه، اما نصف و نهارا این کار رو نمیکنه. نصف و نهارا فقط ساعت شماره. این یه مدل پرسش. این سوال 27 آزمون 1199-1400 بوده. خب من چند تا سوال های دیگه شم بگم، چند تا مدل ببینیم شاید کمکتون بکنه. معمولا در همه آزمون ها از جغرافیای سوال میشه، ولی از خود اون بحث مختصات ها متفاوت سوال بوده. معمولا در سال های از سال 93 تا سال تقریبا 1400 این سوالا بوده. کدام گزینه درباره تعداد ساعت های رسمی در یک کشور درست تر است؟ چون ساعت شمار شما باز باید روی مختصات معنا بشه. کشورهایی که مساحت زیادی دارن چند ساعت رسمی دارن؟ گزینه هاشه. کشورهایی که فاصله کمترین و بیشترین عرض جغرافیایی نقاط آنها زیاد است چند ساعت رسمی دارند؟ کشورهایی که فاصله کمترین و بیشترین طول جغرافیایی، یعنی همون اصطلاحات اولیه که بهتون گفتم، زیاد است چند ساعت رسمی دارند؟ و هر کشور تنها یک ساعت رسمی دارد که بر پایه توافق تعیین می شود. دوباره در سال 1396-97 آمده کشورهای، البته اومده دو تا رو با هم ترکیب کرده، یعنی رفته تو بحث جغرافیایی انسانی، اومده با مهارت‌های جغرافیایی که همین مختصات دونستن اینا باشه یکیش کرده. کشورهای دارای شاخص توسعه انسانی پایین، اون حالا اون شاخصاشون پایینه، عمدتاً در واقع سه تا شاخه اصلی دیگه، همون سواد و آموزش، پزشکی و خدمات پزشکی، و در نهایت رفاه و درآمدشون، عمدتاً در محدوده تقریبی کدام طول‌های جغرافیایی قرار گرفتن. یعنی شما باید هم طول جغرافیایی رو خوب بدونید، هم اون خود اون کشوری که از نظر شاخص توسعه انسانی پایین قرار گرفتن. پرسش داده شده. علی به دوستش پیام زد و گفت اینجا تهران یا در ایران ساعت 12 ظهر تابستان گرمی است. کدام گزینه زیر پیامکی را که دوست علی در پاسخ به او می‌فرستد به درستی نشان می‌دهد؟ اینجا توکیو ساعت 23 تابستان گرمی است. یعنی می‌خواد فصول و در واقع ساعت‌ها رو برای شما بسنجه. اینجا نیویورک ساعت 7:30 زمستان سردی است. اینجا کیپ تاون آفریقای جنوبی ساعت 10:30 زمستان سردی است. اینجا مسکو و هم روسیه ساعت 24 تابستان گرمی است. خب بسنجید که خب وقتی علی مثلا در ایرانه، مسکو تو عرض بالاتر از ایران قرار گرفته، یعنی شمالی تر از ایرانه، یا توکیو تو همون نیمکره شمالیه، ولی کیپ تاون دقیقا برعکس تو نیمکره جنوبیه. باید اینو حتما از نظر جغرافیایی جاهاشو بدونید. توی کتابتون اسمهای اینها اومده. این برای آزمون 1396-97 پرسش 31 این آزمون بوده و حالا از این دست پرسش ها. اگر عبدالله، اگر ببین جایی که بهشون داده میشه به صورت فرضی رو اینجا داده میشه، برای مثال من یکم اینو خلوت کنم، ببخشید. خب ببینید، من نقطه یک نقطه مشخص میکنم و بر اساس همون نقطه به تو میگم. ببینید مثلا نقطه‌ای که به من داده شده اینجا، خب یعنی به سمت شرقه،
نقطه دیگه به من داده شده اینجا در غرب، مثلا این در استرالیا است، این در شیلیه، در آمریکای جنوبی. هرچه از شرق یعنی به این صورت بیایم ساعت تغییر میکنه، چون جهت چرخش زمین غربی به سمت شرقیه. خب ما شرق در واقع زودتر خورشید رو میبینه، صبح هم که بلند میشی چون خورشید از شرق دمیده، در هر شهری تقریبا در ایران باشید. برای مثال در استرالیا ساعت، یعنی در مثلا جایی شبیه ملبورن، ساعت مثلا ساعت 18. خب باید بسنجید این تو این نقطه 18، باید هر کدوم از اینا رو بسنجید. کاملا فقط یک شمارش ساده داره. من میام اینا رو میسنجم، میگم 1 ساعت 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا اینجا 11 12 13 14 15، دارم نصف نهارا رو میشمارم، 16 17 و 18. مثلا اینجا سانتیاگو، اونجا ملبورنه، میخوام ببینم فاصله اینا به لحاظ ساعتی چقدره. خب اینجا زودتر خورشید دیده، ساعت 18 است. قطعا اینی که اینوره که مثلا هول و هوش 18 تا فاصله داره، 18 ساعت دیرتر از اون نقطه من در ملبورن خورشید رو میبینه. خب اگر اینجا ساعت 18 باشه، میام عقب، میام 17 16 15، میام تا مثلا به در واقع ساعت 24 روز قبل میرسم. مثلا این که ساعت این در ملبورن 18 روز مثلا 10 تیره، اینجا یه روز قبلتره. دقیقا اینجوری میام یه روز قبلتره، ساعت 24 شه. اینجا میشه مثلا به جای اون 10 تیره میشه 9 تیره، یعنی یک روز قبلتر معنی میشه. خب اینجا که میشه 23 هم همینجوره و این اتفاق میفته کاملا، یعنی فاصله اینا زیاده. برای مثال من مثال خودم الان میزنم. ببینید من بچه الان یه جفت دانش آموز دارم در انگلستان، اینا در این نقطه تقریبا، بعد سوتی من میگم کجا سوتی دادم، و ما هم تقریبا در این نقطه ایم. برای مثال تقریبا اینجا ایم. خب این تهرانه، اینجا اون شهریه که اونا هستن، شهر اونا مثلا بیرمنگامه و خب با تهران 3.5 ساعت فاصله زمانی داره. من میشمارم دیگه، مثلا میگم تهران، اینا مثلا میشمارم 1 و 2 و نصف از تهرانش، اینجا نیم، 1.5 2.5 و 3.5 ساعت با من فاصله دارن. ساعت کلاس من، شروع کلاس من با اینه ساعت 20:30 است به وقت محلی تهران. قاعدتا باید ساعت اونا چند باشه؟ 3.5 ساعت از من عقب ترن، یعنی اونا 3.5 ساعت دیرتر خورشید رو طلوع کرده اونجا. چقدره؟ آها خیلی عالی، باریکلا، آفرین بر شما، دقیقا 17 است. حالا سوتی من کجا بود؟ این پسری که اینجا بود اسمش محمد تقیه، محمد تقی من نمیدونستم روز است. خب ما اینجا 8:30 بود دیگه، 8:30 شب یا اون 20:30 بود. من قشنگ داشتم برای خودم گوجه سبز میخوردم، مینداختم بالا اینجوری میگرفتمش، خرد چو خرد صدا میکرد. اون بنده خدا روزه بود. من یه جا به ذهنم رسید ای اون که از ما عقب تره قاعدتا الان چیز، گفتم محمد تقی شما روزه ای؟ گفت بله. یعنی من قشنگ اینجوری نه، این اتفاقی که افتاده بود همین بود. این اتفاق، یعنی من دقیقا داشتم طرفو دلشو آب کرده بودم، فکر کنم گوجه سبز با اون خرچ و خروچ چه زیر دندونات با این بیچارهش کرد دیگه. این فاصله زمانی دقیقا هست. یا مثلا ما کلاسمون تشکیل میشه، بعضی موقع وقتی کلاس من تموم میشه ساعت 10 شبه، من دیگه در حال تموم شدنم، اینا هنوز سرزنده ان، 3 ساعت و نیم با ما فاصله داره دیگه. اونجا تقریبا میشه ولوش 8:30. ببخشید کلاسشون که تموم میشه، کلاس مال اون میشه 6:30، 6:30 کلاس اونا تموم میشه، من کجا اون کجا. تفاوتش تو اینه. تو فصول هم خیلی جالبه، یعنی اونایی که نیم کره شمالی و نیم کره جنوبی ان، اتفاقشو براتون بگم شاید براتون جالب باشه. ببینید جام جهانی فوتبال همیشه توی نیم کره شمالی هول و هوش در واقع تیر ماه به خرداد ماه به تیر ماه برگزار میشه. حالا امسال چون توی قطره اینو بردن آبان ماه که یکم خنک‌تر باشه، چون قطر دقیقا تو تیر ماه انفجار رسما از آتیش،
اگرچه گفته بود که اون پادشاه قطر گفته بود که من اونجا کلا خیابوناشم خنک میکنم، اما گفتم بابا بی خیال شو، خیلی کار سختی، یعنی همه اینا نابود میشن، این ورزشکارایی که میخوام بیام. نکته ای که داره توش، خب این میاد اواخر خرداد به تیر ماه، یعنی میشه 10 روز آخر خرداد به تیر ماه، یعنی ما یه هولوش 1 ماه رو داریم. و تو نیم کره شمالی، حالا یا ایتالیا برگزار شده، حالا یا هر جایی، مثلا ژاپن برگزار شد، کره برگزار شد، یا مثلا از این ور مثلا توی ایالات متحده برگزار شد، بیشترش اروپایی آمریکایی بوده. این زمان خیلی مرسوم شده بود، تقریبا اواخر قرن 20، یعنی سال 1998 بود که جام جهانی، اگه دوستان میتونن به من کمک کنن، جام جهانی 98 بکنم، آفریقا جنوبی بود دیگه. اونی که آفریقا جنوبی بود چه سالی بود؟ 2010. یکی اینجا خیلی اطلاعاتش خوب بود. خب اون جام جهانی 2010 اومده اینجا برگزار شده، یعنی تو آفریقای جنوبی. قاعدتا وقتی به تیر ماه، اینجا به خرداد ماه و تیر ماه تو نیم کره شمالی، تو این عرض و تو این در واقع محدوده جغرافیایی باید برعکسش باشه، یعنی زمستون باشه. دقیقا من یادمه تو اون جام جهانی کلی برف و بارون و اینا هم گرفت. یعنی خب اگه کسی مثلا آستین کوتاه برده بود اونجا، خیلی از مسافرهایی که رفتن له شدن اونجا، باید خب خیلی چیز میز میخریدن و وسایل گرمایی و اینا میگرفتن که دورشون باشه. این اتفاق بود و خب اینو اگه محاسبه شده بود، یعنی یکم دقیق تر محاسبه شده بود، به این برخورد نمیکرد. ولی این بود، چون در نیم کره شمالی زمان مناسبی بود، در نیم کره جنوبی کاملا نامناسب بود. این اتفاقی که داخلش میفته، یعنی باید از شمالی و جنوبیش در نظرش بگیریم. بسیار خب، اگر کسی پرسشی تو اینجا داره بپرسه تو این قسمت، که ما از مختصات یک کوچولو رد بشیم، ولی من صفحات مهمش رو بهتون بگم، چه چیزایی رو باید بخونید حتما. نبود؟ آره کاملا ابوالفضل میتونه نجاتت بده، حتی نه همیشه. خط زمان الان اینجا معنا نمیشه، خط زمان من تو جلسه بعدی میگم. مثلا بحثی داریم به اسم توالی زمانی و خط زمان که اونو باید خیلی دقیق باز کنم براتون که ببینید. گفتم بهتون که مهدی اکبری، گفتم اگر دقیقه و ثانیه باشه برای جایابی دقیق تره، ببین واحد بزرگترش میشه درجه، توی خود درجه تقسیم میشه به دقیقه، دوباره دقیقه ها تقسیم میشن به ثانیه، یعنی هی کوچیک‌تر می‌کنیم واحدو که نقطه دقیق‌تر باشه. یکی از بچه‌ها پرسیده ساعت 21 و 20 دقیقه تموم میشه، فکر کنم 21 و 25 دقیقه تموم میشه. اگه 35 دقیقه تموم میشه. 21 و 35 دقیقه. تقریباً یه 20 دقیقه دیگه. بله. خب، بسیار. اگر الان در NE فصل تابستان باشه، در SW چه فصلیه؟ دقیقا برعکسش هم میگم، فرق نمیکنه. شما ببینید NE اینجاه، این NE هیچ فرقی نداره. کلا در قسمت N اگر تابستان باشه، در قسمت S زمستانه. برعکس هم عمل میکنه، چه فرقی نمیکنه شرقی یا غربی باشه. شرقی و غربیش بیشتر به شما ساعت میده. بعد فصلشو فقط شمالی جنوبی داره براتون مشخص میکنه. بسیار خوب، من برم سر وقت اون نقشه های مهمتون. اولا که تو کتاب مطالعاتتون حتما باید این نقشه های این صفحات اولیه کتاب رو ببینید. بذارید من چند تا صفحه خیلی کلیدی شو، یعنی با دقت فراوان ما بخونینشون. از این بخش اولش یکم جدا بشین. خب هشتم هم باز کردم، مثلا هشتم نهم رو باید باز میکردیم. بعد دوباره با تمام مراحل رو بریم. بذاریم من یکم سرعتش رو بیشتر کنم اگه بیادش. بله خب، میان تو همین درس اولتون تو زمین مهد زیبای انسان ها و میری توی این صفحات، یعنی این نقشه هایی که بهتون میگم، این قسمت هایی که بهتون میگم بسیار مهمه و با دقت بخونید.
خب ببینید اینجا که اومده کلن توضیحاتشه که صحبت کردیم 0 درجه تا 90 درجه، این برای بحث نصف و نهار هاتون، قاچایی که بهتون گفتم شبیه قاچ هندونه است. اما اون جایی که خیلی باید بهش دقت کنید که این بخششه که اومده همه اینا رو توضیح داده، طول عرض جغرافیه و مختصات رو کامل توضیح داده. یعنی این سفر رو کاملا با دقت بخونید، به تمام عبارتایی هم که نوشته شده در صفحه 6 کاملا توجه کنید. این صفحه 6 تون خیلی مهمه، یعنی عمدتا سواله، محل سوال بوده. این همون بخشی که گاله گفتیم به چه دردی میخوره. خب و در نهایت باید بیاین توی این صفحه تو حرکات زمین این نقشه رو کاملا به یاد بسپارید و این ساعت شما رو کاملا به یاد بسپارید. بچه این تقریبا توی ساعت شماری مهمترین نقشه کتابتونه. خیلی از اسمایی هم که میگن مثل تنگه برینگ، مثل توکیو یا اینه که میاد تو همین نقشه ها قرارش دادن. فاصله زمانی رو بسنجید. البته اگر میخواین فاصله دقیق رو بسنجید باید وسط نصف و نهار قرار بگیرید، یعنی این وسط نصف و نهار رو میسنجن. مثلا خود ایران در دو قسمت ساعتی قرار میگیره. ولی یک اتفاق خیلی جالبی تو ایران هست، ایران چون حالا وسعتش تقریبا اگر از طول از شرق و غرب بخوایم بسنجیمش، خب من اینو یکم جا به جاش کردم که اینجا رو ببینین. ببین الان این تهران، ببین من بخوام رو تهران اینو بسنجم، ببینید ایران تقریبا از اینجا آغاز میشه، یعنی خطش اگه بخوام خود کشور رو بگیم اینجوریه. شرقی ترین تقریبا نقطه در همین نقشه ما اینجاست تقریبا، مثلا محدوده سرخس. اینجا یه جایی داریم به اسم سرخس و غربی ترینمون تقریبا گیلان غرب میشه، یه جایی هست به اسم گیلان غرب. خب ما بین سرخس و گیلان غرب یه اتفاق خیلی جالب افتاده، فاصله این دوتا با هم به لحاظ ساعتی و دقیقه 61 دقیقه است. 61 دقیقه این دوتا فاصله داره، یعنی ما تقریبا اگر ایران در یک نصف و نهار قرار میگیره کاملا در این قرار میگیره، یعنی در یک محدوده ساعتی قرار میگیره. حالا نکته جالب اینه که مثلا در سرخس ساعته، چون ما ظهر واقعیمون همون موقعی که خورشید در میانه آسمان و خب بالای سر ما قرار میگیره دیگه، میشه واقعیش، یعنی اذان‌ها همه به ساعت‌های واقعیه ولی خب ساعت رسمی فرق داره. برای مثال مثلا الان در تهران همین امشب من دیدم تهران ساعت 20 اذان بود، اذان مغرب بود احتمالاً، حالا دقیق شد باز بهتون میگم، ولی مثلا اینجا در سرخس ساعت 19 و مثلا 30 دقیقه بود برای مثال، من دقیقش رو اینقدر نمیتونم بگم که چقدر بود. و در گیلان غرب قاعدتا باید 20 و 31 دقیقه باشه به ساعت ما، یعنی به ساعت ما. خب همینجور اذان صبح و ایناشون تغییر میکنه دیگه، یعنی این حد فاصل رو داره، یعنی ما 61 دقیقه فاصله داریم. معمولا در شرقمون اذان زودتره چون ساعت رسمیمون این شکلی شده دیگه، ولی خب از در واقع این به ساعت واقعی اون حد زمانی میشه. هر نصف و نهار بله کاملا یک ساعته، شما 24 تا نصف و نهار فرض میشه براتون که 24 ساعته. یعنی من بذار نقشم رو کوچولوش کنم یکم که ببینیش روی همین، اگر ببینید شما 24 ساعتتون دقیقا آورده 24 ساعت رو قرار داده. اگر شما 15 درجه تقسیم کنید نصف و نهارتون رو، این 24 ساعتش کامل در میاد. خب حله؟ اینجاش حله. ما شرقین ترین هاییم 19 و 26 کجا این شما مایده؟ 19 و 26 کجا بوده؟ چه خوب که مثل بوشهر ساعت 19 و 54 دقیقه است. بله دیگه به تهران، چون بوشهر دقیقا جنوبی میشه برای با تهران دیگه، من دم یک دقیقه فاصله داره با تهران، کاملا درسته. خط بین المللی زمان توضیح میدم. خراسان شهر در میان، عالی، دقیقا خراسانی ها همیشه زودتره دیگه، این همونه.
گفتم شما، من دیدم توی نقشه ها میدیدم و شرق ترین نقطه رو تو خراسان شمال، تو خراسان شمالی تو سرخس داریم، یعنی سرخس مرز ایران و ترکمنستان از همه شرقی تر در نظر بگیریم، اگر خط عمودی در نظرش بگیریم، یعنی نصف و نهارش رو. استان تهران با قم یک دقیقه کاملا هست دیگه، چون قم کاملا جنوب تهرانه. بچه فرقی نمیکنه هر ساعت. یک نکته خیلی ظریف هم بدونیم، توی امتحان یکم با این بازی میکنن، یکم سر این قضیه یکم اذیت میشین، ولی من میگمش براتون، بذارید ببینید. مثلا میگه دو تا نقطه رو بهتون میده، برای مثال مثلا یه نقطه میده تو شمال روسیه، بذار یه جایی که خشکی داشته باشه رو بهتون میگم. ببین یه نقطه بهتون میده مثلا در گرینلند اینجا، یک نقطه هم میده مثلا در اینجا، میگه اختلاف زمانی اینا چقدره. مثلا این در گرینلند در شمال کره زمین، در مثلا نزدیک برزیل، بین برزیل و حالا محدوده آرژانتین، در جنوب کره زمین. یا اگر من بخوام دقیق تر بگم، مثلا بگم اینجای گرینلند قسمت شمالی و در این قسمت که حالا محدوده تقریبا شیلی میشه، فاصله زمانی این دو تا نقطه چقدره؟ کاملا درست، هیچ فاصله زمانی نداره، فرقی نمیکنه شما در کجای نصف و نهار باشی، در قسمت شمالیش باشی یا در قسمت جنوبیش، هیچ تفاوتی نداره، فاصله زمانی نداره. فاصله زمانی رو طول بهتون میده، طول جغرافیایی بهتون میده، یعنی هرچی به سمت شرق یا غرب برید، ولی فصول رو خب عرض بهتون میده. حالا بچه ها توی این کشورها کدوم کشور قاعدتا بیشترین تعداد ساعت رسمی رو داره؟ نظر شما چیه؟ قاعدتا به لحاظ جغرافیایی کدوم کشور با بیشترین ساعت رسمی رو داشته باشه؟ و چند ساعت؟ عالی عبدالله، خب عالی، دقیقا خیلیاتون نزدیک گفتید، یعنی چین و روسیه قاعدتا ما بیشترین رو داشته باشن، چین بیشتر رعایت کرده، کاملا اینجوریه. خب اگه من بخوام بشمارم، ببینید روسیه از تنگه برینگ شروع میشه، 1 2 3 4 5 میام این ورش، 6 7 8 9 10 11 12، شما روسیه رو دقیقا تا ساحل فنلاند داریم دیگه، یعنی روسیه یک سرش میشه دریای ژاپن، این محدوده و تنگه برینگ که اینجاها هست، یک سر دیگهش میشه خلیج فنلاند که اصلا به فنلاند نزدیکه، یعنی شما سن پترزبورگ دقیقا با خلیج فنلاند یک جایه، یعنی شما برید شهر سن پترزبورگ، اونجا میبرنتون خلیج فنلاند رو میبینید، یعنی یه چیزی نزدیک 13 ساعت داره، این خیلی طولانیه. من اونجا یه قطاری رو سوار شدم، این قطار از دریای ژاپن میومد به سن پترزبورگ، یعنی از شرق روسیه میومد به سن پترزبورگ. بچه سه روز و نیم تو این قطار تو راه بود، چون خیلی هم کند میومد، اسمش سریوسر بود، ولی یه فاصله ای که مثلا ما تو سریوسر از شرق کشورمون تا غربمون مثلا میشد 7 ساعت، اون 10 ساعت این فاصله رو رفت، یعنی خیلی سریوسر بود. بله کاملا درسته، به دلیل پهناش در واقع عرض در طول جغرافیایی. کدوم کشور بچه‌ها عمدتا در عرض جغرافیایی گسترده شده؟ کدوم یکی از کشورها در عرض جغرافیایی گسترده شده؟ کسی چیزی یادش میاد؟ یه کشور هست کاملا تو عرضه، اینجا تقلب دادم به منو، از اون عرضی تر هم داریم، باریکه باریکه. آها اینجا ایتالیا رو میگن باریکه، الا دیگه تو آمریکای جنوبی نزدیک به آرژانتینه، جنوبی تره. شه داره اولش، آفرین باریکه الا، یکی بچه هم نوشت، عبدالله نوشت شیلی، که اینجا هم گفتن شیلی. شیلی کاملا تو عرض جغرافیایی پرکنه، یعنی شیلی اینجاست، یه علتی هم داره، یه علت جغرافیایی داره. ببین شیلی اینجا، یعنی به همین صورت اینجا قرار گرفته، یعنی کاملا در عرض جغرافیایی، یعنی طول جغرافیش خیلی کمه. علتش این که اینجا هم یه مجموعه کوه وجود داره و این فاصله بین این کوه ها تا دم ساحل هم یه بیابان خیلی گردن کلفتی وجود داره به اسم آتاکاما، یکی از خطرناک‌ترین بیابان‌های دنیا به لحاظ زیستیه، به لحاظ نه که حالا حیوان ها و اینا، اصلا انسان خیلی نمیتونه اونجا زندگی کنه، خیلی هم ظاهرا از نظر شرایط جغرافیایی متفاوت، حالا تو اینترنت راحت میتونید ببینید. بله روسیه که نه دیگه، امیر مهدی روسیه که تو طول جغرافیایی پراکنده است،
خب یک اتفاق دیگه هم من براتون بگم، شاید براتون جالب باشه، حالا به خصوص تو بخش چیز ببینید، اگر خط استوا از اینجا رد بشه و خب نصف نرم مبدا هم که دارید، این نقطه صفر صفر ماست. ببینید ما هر چقدر به خط استوا نزدیکتر باشیم قاعدتا هوا گرم و مرطوب تره و هر چه دورتر باشیم سردتره، چه در شمال چه در جنوب. ما به محدوده تقریبا این محدوده، یعنی این محدوده و تقریبا این محدوده میگیم ارزهای میانی. حالا این نقشه یکم بی قاعده کشیده شده، غلطه و ببین چون برای ساعت شماره، اگر ما این محدوده ها رو در نظر بگیریم تو این ارزهای میانی، اکثر بیابان های جهان هم تو اینا قرار گرفته. حالا اگر نگاه کنیم مثلا ما اینجا صحرای بزرگ آفریقا سهارا رو داریم، توی قسمت در واقع این ارزش من بیارمش، یعنی تقریبا اینجوری قرار گرفتن، حالا غیر از خود آتاکاما که کم جنوبی تره. ببینید اینجا شما سهارا رو دارید، اینجا نجد و ربع الخالی دارید، اینجا مثلا تو ایران همین دشت کویر و لوتو دارید، تو هند مثلا بیابان شمالی هند دارید، تو چین بیابان مرکزی چین رو دارید، تو استرالیا بیابان مرکزی استرالیا رو دارید، توی آفریقا کالاهاری رو دارید، توی آمریکای جنوبی آتاکاما رو دارید، تو آمریکای شمالی نوادا رو دارید که تو جنوب ایالات متحده و شمال مکزیک میشه. ببینید خود این ارزهای جغرافی دونستنش خیلی کمک میکنه که اینها رو داشته باشیم. تابستون تعطیلات نمیدونم، من که خیلی دوست دارم برم مثلا توی مثلا کوهستان‌های سوئیس، خیلی دوست دارم، امیدوارم که اتفاق برای خودم هممون بیفته. بسیار خوب، مثلث برمودا داخل خود اقیانوس اطلس شمالیه. خیلی واقعیتش این که به کار ما مرتبط نیست. بسیار خوب، دونستن اینها فقط کتابتون آورده یک نکته خیلی خاصی هم گفته، میگه که خب توی این طول و عرض جغرافی من برم روی نقشه‌ای که ببین دونستن این جاها تو جاهای مختلف اومده هی ازش صحبت کرده. برای مثال میاد مثلا تو فصل بعدیش میاد مثلا میاد انواع و اقسام مثلا ناهمواری ها رو میگه. ببینید تو نقشه ناهمواری های ناورده، خب من اگر در نظر بگم که این خط استواست، دوباره این که خب خط استواست این نصف و نهار مبدع منه، شما میتونید بر اساس این دوباره بسنجید. ناهمواری ها معمولا محل پرسش بوده، محل پرسش هست. خب من اگه بخوام بگم که بیشتر ناهمواری های کره زمین، یعنی بیشتر ارتفاعات کره زمین در نیم کره شمالی یا نیم کره جنوبی، میگین کدوم ارتفاعات بیشتر کدومه؟ بله کاملا درسته عبدالله، کاملا درسته، نزدیک خط رأس سرطانن. بله در قسمت شمالی هن. یعنی قسمت شمالی کره زمین بیشتر. یه علت هم داره، خب قسمت نیم کره جنوبی اصلا خشکیاش کمه. حالا اگر بخوام بگم که مثلا بیشتر جلگه های دنیا، مناطق جلگه ای، یعنی اونا که 0 تا 500 در 500 مترن ارتفاعشون از سطح آبهای آزاد، در کدوم ارزهای جغرافیایی عمدتا قرار گرفتن، با بگم در کجا قرار گرفتن، تو ارز جغرافیایی یعنی شمالی جنوبی، تو ارزهای جغرافیایی به سمت شمال، حالا تو کدوماش قرار گرفتن، تو همه ارزهای جغرافیایی ما تقریبا داریم، ولی عمدتا تو ارزهای بالای جغرافیایی، یعنی شما شمال آسیا جلگه بزرگ سیبری رو دارید، دوباره تو محدوده اروپایی دارید و حالا مناطق خیلی جدی و اساسی که در آمریکای شمالی است. اگر من بخوام بگم تو این محدوده از نظر زیست بوم ها ما چه زیست بومی رو داریم، میگین چی؟ ببینید من میگم تو عرض جغرافیایی تقریبا 70 تا 80 درجه شمالی کدوم زیست بوم رو داریم؟ ت داشت اولش، ت تقلب بدم، آها باری کلمتی دیگه، شما نمیدونی متین چی نوشته دیگه، به نظر شما چی نوشته؟ کجا باید دنبالش بگردیم؟ اینجا باید دنبالش بگردیم. ببین من میگم تو ارزهای بالا کدوم زیست بوما رو داریم، میگم به چه دردی میخوره، اینجا دردش رو میفهمیم، اون دردی که داریم چیه، میام توی زیست بوم ها، مثلا میام تو نقشه زیست بوم ها، به نقشه زیست بوم ها نگاه میکنم. ببخشید من بیام فقط سری بالا،
میام تو خود نقشه زیست بومایی که کتاب گذاشته براتون، زیست بوما رو چک میکنم باش. ببینین این پراکندگی زیست بوم ها، میام اینجا چه زیست بومیه که بیشتر درخت های سوزنی برگه؟ آفرین آفرین بر شما تایگاه. ولی خب توندرا که شما سوزنی برگ ندارید، گفتم تو ارزهای توندرا بالاترین ارز جغرافیایی شماست. جهتشون تغییر میکنه؟ بله جهته، چون جهت تابش خورشید اصلا تغییر میکنه. آها تایگا، تایگر رو خوب اومدی تبسم. تایگا تایگر که یعنی ببر دیگه. بله تایگا بالاترین که توندرا بود، ولی ببین توندرا تو بالاترین عرض جغرافیایی، بعد تایگا قرار میگیره، بعد مراتع قرار میگیرن و بیابان ها ببینید تو همون محدود است، یعنی محدود بیابانیمون رو ببینید توی عرضای اینجوری قرار گرفتن. خب اگه بخوام بگم که مثلا ساوان، محدوده ساوان یا زیست بوم ساوان عمدتا در کجا قرار گرفته، میگین کجا؟ ساوان عمدتا در کجا قرار گرفته؟ آفرین بر تو امیر محمد. خیر اینجوری نباید جواب بدیم متین. من میگم در کدوم ارزهای جغرافیایی، در کجای ارزهای جغرافیایی ساوان کلا در کجاست؟ بله در آفریقاست. ببینید میشه ارزهای کمتر، ارزهای کم جغرافیایی قرار میگیره، یعنی به خط استوا نزدیکه. ساوان بین مدار رأس السرطان و رأس الجدیه، یعنی تو این دوتا قرار گرفته. بله تو بخش ای بیشترین حدشه، کاملا درست میگه. من اگر دوباره اینو بیارم نگاه کنین، خط نصف و نهار مبدأمو بیارم، این میشه نصف و نهار مبدأ. اگه بگم توی ای یا دبلیو، خب قطعا در بخش ای بیشترین میزان ساوان قرار گرفته. یه گولزنکی هم نقشه گذاشته ها، ساوان هم تو جنوب هند وجود داره، هم تو جنوب آمریکا وجود داره، یعنی آمریکا جنوبی هم ساوان داره. خب حالا اگر بگم که آیا ما تایگا در قسمت جنوبی داریم؟ در ارزهای جغرافیایی به سمت تو نیمکره جنوبی تایگا داریم؟ بله. این باید کاملا شما نقشه ها رو اینجوری باید بررسی بکنید، چون ترکیبی میان. بیشتر کشورهای اسلامی تو کدوم در واقع ارزها قرار گرفتن؟ تو کدوم ارزهای جغرافیایی قرار میگیرن؟ ارزهای بالای جغرافیه، ارزهای میانه یا ارزهای جنوبی جغرافیه، یعنی پایین جغرافیه. آها عالی بود عبدالله. خیر متین، بالای جغرافیایی یعنی نزدیک کشورهای اسلامی، عمدتا نزدیک قطب قرار دارن. تو ارزهای میانی هن دیگه، یعنی ارزهای میانی قرار میگیرن. عمده کشورهای اسلامی تو این محدودن، یعنی توی محدوده بین مدار نزدیک مدار رأس السرطان و نزدیک استوان، یعنی تا بین رأس السرطان تا استوان، یعنی شما از جنوب روسیه تقریبا اسلامی را شروع دارید، یعنی جنوب روسیه هم اسلامگرا دارن دیگه، مثل ترکمن ها، مثل در واقع تاجیک ها، مثل ازبک ها و از این ور هم آذربایجان و ترکیه و اینا، بعد میره تو اروپا دیگه آلبانی و بوسنی هرزگوین و اینا که در واقع در جنوب شرقن، نزدیک مدار رأس السرطان تا این. ببینید بچه‌ها من دارم ترکیب میکنم و گفتم مسلمانان کجا قرار دارن تو کدوم عرض جغرافی. مدلش اینه، توی ساوان هستن اکثرا. نه دیگه امیر محمد بغدادچی، مسلمان خیلی تو ساوان قرار نمیگیرن، مسلمان شمال ساوانن، یعنی تو نزدیک مدار رأس السرطانن، یعنی میشه مصر و الجزایر و تونس و لیبی و در واقع مراکش و از این برم عربستان و اینا. ما در جنوب اروپا هم دوتا کشور خب داریم که مطلقاً مسلمان داره، یکیش بوسنی هرزگوینه، یکیش آلبانیه. آها خیلی خوبه، روسیه تا عربستان. ببینید ترکیبی دادن سوالاش این مدلیه. اینم انواع و اقسام سوالای مختصات جغرافیایی، امیدوارم که این به درتون خورده باشه. مریم اینو نوشتی خط بین‌المللی زمان، در واقع توی کره زمین یک جایی هست بر اساس جزایر، بچه‌ها چون جزیره داره و برای اینکه بتونن تو اون جزایر رو هم در نظر بگیرن، اومدن یک خط بین‌المللی زمان در نظر گرفتن. تو خط بین‌المللی زمان خط ناقص شده، یعنی دیگه شما نصف و نهار رو ندارید، خط ناقص دارید. حالا توی اون نقشه صفحه هم امیدوارم فقط سریع‌تر بهش برسیم، اگر برسیم
توی اونجا دارید خط به نقشه با دقت کنید دیگه، در واقع میشه نصف و نهار مبدأ و قسمت پشت این نصف و نهار مبدأ روی خود کره. اگر در نظر بگیرید این خط بین‌المللی زمان وجود داره. فقط اینجا من بیارم که شما ببینید این خط وجود داره به دلیل اینکه چند تا جزیره اونجا هست. ببینید این خط بین‌المللی زمانه، اینجاها به جزایر نزدیک میشه. شما از این خط کراتین چند تا جزیره معروف داره رد بشید، این دیگه به صورت عمودی نیست، یعنی به صورت کاملا یک خط، یک جاهای شکستگی داره. توی خود کتابتون هم توضیحی داده در مورد خط بین‌المللی زمان که انتهای در واقع اینجا میای و حالا من اگر که از حذفش نکرده باشن اینجا بودش، نه از اینجا حذف شده که اینجا دقیقا خط بین‌المللی زمان داخلش بود که حذف شده. چه چیزی رو نمیفهمی؟ بر چند تا جزیره این کارو کردن، چون جزایر اونجا هست این خط رو نزدیک اون جزایر بردن و بردنش بالا، به صورت عمودی نمیاد پایین. یه تفاوتی داره تو این خط بین‌المللی زمان بر اساس جزایر، جا تا جاش فرق داره. در واقع میشه پشت نصف و نهار مبدأ، یعنی نصف و نهار مبدأ که این نیم دایره است، اون ورش رو در اقیانوس آرام ببینید اتفاق میفته. اگه تو بیشتر بدانیم داره، بعد اونجا کاملا توضیح داده، کاملا درسته، کاملا تبسم درست، کاملا درست. بسیار خب بچه ها، چون زمانمونم به پایان رسیده، امیدوارم که خوش گذشته باشه بهتون و از این استفاده کرده باشین و از درس لذت برده باشین. پر انرژی، شاد و تندرست باشید. برید به سلامت. خدا نگهدار همگیتون.